سیومین روز مرداد ماه برابر با 21 اوت سال 964 خورشیدی برابر با 1585 میلادی زادروز کاردینال ریشلیو سیاستمدار و صدر اعظم فرانسه آرمان ژان دوپلس معروف به کاردینال ریشلیو سیاستمدار برجسته و صدر اعظم معروف فرانسه که در پاریس به دنیا آمد در جوانی به تحصیل فنون سربازی پرداخت ولی در 21 سالگی به جرگه روحانیون کاتولیک پیوست و به مقام اسقفی دست یافت وی پس از چندی به عضویت مجلس عوام فرانسه انتخاب شد و مورد توجه برخی مقامات دربار قرار گرفت و به مقام معنوی کاردینالی کلیسا رسید و دو سال پس از آن توسط لویی 13 به مقام صدر اعظمی فرانسه منصوب شد که تا هنگام مرگ این سمت را حفظ کرد ریشلیو در دوران صدر اعظمی خود پروتستان ها را سرکوب نمود و از قدرت و نفوذ اشراف و بزرگان در دولت و ایالات کاست اما در مقابل بر قدرت حکومت مرکزی افزود و حکومت مطلقه سلطنتی به وجود آورد سال 1313 خورشیدی برابر با 1934 میلادی اجباری شدن نام خانوادگی برای افراد در ایران در ایران انتخاب نام خانوادگی از سالهای انقلاب مشروطه در میان قشر روشنفکر جامعه رواج یافته بود اما با پایان یافتن جنگ جهانی اول واحد زیر مجموعه بلدیه به اداره ارتقا یافت به عنوان احصائیه برای آن انتخاب شد پس از آن و در زمان سلطنت رضا شاه با تصویب قانون مدنی استفاده از القاب گذشته منسوخ و انتخاب نام خانوادگی برای کلیه اتباع ایرانی اجباری شد بر اساس این قانون سرپرست خانواده باید برای خانواده خود نام خانوادگی انتخاب می کرد و نام خانوادگی تخصیص یافته از سوی وی به سایر افراد خانوادهش هم اطلاق می شد در این دوران افرادی به عنوان مأمور ثبت به مناطق مختلف فرستاده می شدند تا نام خانوادگی هر طایفه قانونی شود گزینش نام خانوادگی نیز معمولاً از چند روش پیروی می کرد یا بنابه پیشه نیاکان انتخاب می شد یا محل اسکان قوم و نام یا شهرت بزرگ خاندان باعث انتخاب نام خانوادگی بود و یا بر اساس یک ویژگی بدنی یا فیزیکی مانند خوشچهره یا قهرمان سال 1319 خورشیدی برابر با 1940 میلادی کشته شدن لئون تروتسکی یار و همرزم لنین و سیاستمدار شوروی سابق لئون تروتسکی یکی از عوامل اصلی پیروزی انقلاب بلشویکی روسیه که در اوکراین در جنوب غربی روسیه به دنیا آمده بود و در لندن با لنین آشنا شده بود پس از گرایش به مارکسیسم در سایر مراحل اقدامات لنین یار و همرزم او بود تروتسکی پس از پیروزی انقلاب کمونیستی به مدارج بالایی رسید و ارتش سرخ شوروی را ایجاد کرد تروتسکی همچنین مبتکر نظریه انقلاب مداوم است و بر این اساس معتقد به صدور انقلاب مارکسیستی شوروی به خارج از روسیه بود و تقویم حرکت‌های انقلابی را در سراسر جهان از طرف دولت شوروی ضروری می‌دانست.